بازار صابر فرزند صفر در دهم اکتبر سال 1938 میلادی برابر با 1317 هجری شمسی در روستای صوفیان از توابع شهرستان کافرنهان به دنیا آمد. صابر خیلی زود پدرش را از دست داد، ولی این امر او را ناامید نکرد و او همچنان به تحصیل علم پرداخت. صابر از همان جوانی به شعر علاقه داشت. او در سال 1956 میلادی، زمانی که 18 سال بیشتر نداشت، اولین شعر خود را با نام اسب به چاپ رسانید و به دنبال آن شعرهای دیگری از او در روزنامه‌ها و نشریات چاپ شد. آغاز عشقم را نپرس، آغاز عشقم را نپرس، آغاز عالم بوده است. انجام عشقم را شنو، انجام عالم بوده است. آغاز عشقم غلغله، انجام عشقم زلزله. در خواب خوش بودم پرید، از بانگ عشقم خواب چشم. دیگر نیامد بانگ عشق، کردم حباب از آب چشم. آغاز عشقم زنگله، انجام عشقم آبله. اول بودم من یک دله، با هلهله با حوصله. آخر شدم من هر دله، بی هلهله بی حوصله. آغاز عشقم ولوله، انجام عشقم مسئله. بازار صابر بعد از پایان تحصیلات دبیرستان وارد دانشگاه دولتی تاجیکستان شد و در سال 1962 در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. صابر بعدها به روزنامه نگاری روی آورد و بین سالهای 1975 تا 1979 میلادی روزنامه های معارف و مدنیت و نیز بخش شعر ماهنامه صدای شرق را مدیریت و سرپرستی کرد و همچنین مشاور شاعران اتحادیه نویسندگان تاجیک بود. برای درک و شناخت شعر بازار ضروری است که وضعیت اجتماعی و سیاسی تاجیکستان بررسی شود تا معنای شعر او به راحتی درک شود. همچنان که برای نزدیک شدن به تاجیک ها یکی از راه‌های اصلی همانا دریافت شعرهای بازار صابر است، زیرا او پیش از دیگر شاعران تاجیک توانسته است روح عواطف و سنگینی این فضای ابهام‌آلود و نگران کننده را در جان خود جای دهد و سپس در کالبد واژه‌های فارسی دری بدهد. من و تو و ماه تنهای تنها، مهتابی کرده ماه عشق ما را. تر کرده امشب در آب طلا، عشق می درخشد برق می زند. هوا سبک و آسمان سبک، دلها ملایم اندیش نازک. عشق از تن ما چون شیش نازک، صدا می دهد صدا می دهد. ماه بلند و شبهای کوتاه، ماه از پس ما، ما از پس ما. من و تو و ماه در نیمه راه، صبح می دمد صدا می دهد. ما هم می رود، ما هم می رویم. من و تو و ماه با هم می رویم. تا بی همی ها با
با هم می رویم. عشق می ماند. عشق می ماند. بازار صابر در سال 1989 به پاس فعالیت‌های پربارش جایزه ادبی رودکی را دریافت کرد و نیز در این سال سازمان مردمی رستاخیز را به وجود آورد. یک سال بعد، یعنی در سال 1990 میلادی، حزب دموکرات تاجیکستان را با کمک چند تن از دوستان و آزادی‌خواهان بنیاد نهاد و در همین سال نماینده مجلس تاجیکستان شد، اما دوام نیاورد و مجلس را رها کرد. با استقلال جمهوری‌های شوروی سابق و ایجاد کشور مستقل تاجیکستان، بازار به اتهام گرایش به ایران محاکمه و زندانی شد. پس از 9 ماه و 1 روز در 29 دسامبر با حمایت روشنفکران بین المللی از زندان آزاد شد و دوشنبه را به قصد مسکو ترک کرد. بازار صابر مدتی در این شهر ساکن شد، ولی به سبب رفتار ناشایست ماموران انتظامی و امنیتی از روسیه به آمریکا رفت و در آنجا پس از 6 ماه آسودگی سرانجام برای تأمین معیشت خود ناچار به کارهای سخت روی آورد و در سال 2000 میلادی دچار سکته قلبی شد، اما جان سالم به در برد و همکنون در شهر سیاتل آمریکا به سختی زندگی می‌کند.